آرش لطفی اینجاست با روست بیوگرافیه کچی بیتس. باز اومدم همه عصبی شدن، دوه ها میزنن عزبه میکنن، تو فکر چپه کردنم، نمیدونم من رو دستم میدونم، من رو دست میبرنم، رود با همه بستی ملنه، داری تو کاری کن، چاقی کجای تو، دادیم دو تا بیکن، آدیوس همی کن. اسپانسر این قسمت روست بی جیمکس استدیو، همینجا که من توشم، که یکی دیگه از خدماتی که انجام میدن نقد کردن درآمد یوتیوبر هاست با کمترین درصد کارمزد. بریم سراغ کچی بیتس. خشایار سرباز وطن متولد 1368. چند یه سوال من دارم از خدمتون، یکی شما لسه این چهره رو ببینید، للهی به این میخور اسمش خشایار باشه دیگه، تشمانی نه؟ یالا خیلی بخوایم مثلا لاتیشو پر کنیم دیگه، مثلا رام بود. البته که میدونید خشایار دومی خشایار معروف تاریخ ایرانه، اولیش خشایار مصطفیه. البته یه خشایار دیگه هم بود یه زمانی میگفتش که ای وای چه هلویی، اون دیگه آهنگ نمیخونه. پس با این تفاسیر خشایار وطن پرست سرباز وطن عذرخواهی میکنم اومده تو رده دوم وایساده. وطن پرست کاپیتان آمریکا یارو. خشایار فعالیت خودش از سال 1386 به صورت حرفه‌ای شروع کرد و دو سال بعد از این تاریخ با سینا مافی و سینا سایی اومدن گروه تیک تاک زدن که اصلا انقلابی بود تو صنعت رپ فارسی، که اصلا ریتمای خیلی باحال اینا می آورده، خشایار خیلی پول داره و الان تیک تاک منحل شده. خشایار ابتدای فعالیتش با لقب خشی اس آر فعالیت میکرد و بعد از اون زمانی که تیک تاک منحل شد تصمیم گرفتش که لقبش رو به کچی بیتس تغییر بده. که من از شما سوال دارم، تا حالا اصلا پرسیدید کچی بیتس یعنی چی؟ یعنی ما اگه بخوایم کچی بیتس رو مدل سازی فارسی بکنیم میشه ضربه همگیر، مثلا تو مخ هم میشه. استعداد کچی تو بیت سازی و آهنگ سازی که اصلا جای بحث نداره، ولی یکی از تالنت های این بشر که توش گاده تقلید صداست، یعنی لیتو، خلسه، سامان ویلسون، جی جی، سی جی، ادای همه رو در میاره. و من سوالی که ازش دارم اینه که تو چرا فقط یه بچه زدبازی رو در میاری؟ چرا فقط یه پوتک رو در میاری؟ چرا خودتو محدود میکنی؟ حیف اینم استعداد نیست؟ ادا منو درار. یکی دیگه از چیزایی که کچی خیلی بهش معروفه بیف های هماهنگ شده است، یعنی این انقدر بیف هماهنگ شده داره که خدای نکرده تیرم بخوره همه میگن برای ویوه، یعنی میگن مرد میگن برای ویوه، یعنی خاکش میکنن میگن برای ویوه، که البته من واقعا محتمل میدونم بعد اینکه خاکش کردن با یه زیرگیری بازی رو دراره. خب حالا میرسیم به بررسی آهنگای کچی بیتس، یعنی ضربه همگیر، که توی یکی از آهنگاش برمیگره میگه که منو کسی نمی کنه میوت، اینجا رئیس منم، آرامه دوغ گیرمونه، چیرز. ولی الحق و الانصاف کچی بیت خیلی هیپاپ ایران رو به هیپاپ جهانی نزدیک کرده، که مثلا توی سری از آهنگاش میگه یا یا، ولی خدایش هم از حق نگذریم اصالت ایرونیش هم حفظ کرده، یعنی توی سری از آهنگا میگه چاقی چاقی یا یا چاقی چاقی یا چاقی قاچاقی چی؟ یکی از موفق ترین آهنگای کچی بیتس اوسوشره، نه 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 نظر شخصیمو نمیگم، اسم آهنگ اوسوشره، که توش واقعا به اون صورتی که یک رابطه از هم پاشیده رو به تصویر میکشه و به اهمیت زن تو خانواده‌های ایرانی میپردازه بی نظیره. یعنی آهنگ جوریه که اوزا شده گوه اوسوشره، زمستون اوسوشره. و اما گل قضیه تو ورس دوه، یعنی این مرد از درون فروپاشی کرده و دیگه نمیتونه تحمل کنه و همه چی بهونه میگیره و توش میگه که نتفلیکس اوسوشره، پول بنزین اوسوشره و این فضا سازی تکرار نشدنیه. حالا اینکه پول بنزین چه ربطی به بنده خدا داره ما هم نمیدونیم، ولی در کل نمیشه اینو ندید گرفت که کچی بیتس واقعا آرتیست اوسوشره با استعدادیه. چقدر اوسوشره پروسه ساخت آهنگای کچی بیتس واقعا میتونم بگم منحصر به فرد ترین پروسه ها رو داره، یعنی یه جوریه که هر چیزی میتونه آهنگ باشه، چون کلا کچی خیلی اعتقادی به قافیه نداره. یعنی مثلا این الان یه ترک، ما یه ترک داریم، همین میره یه چیزی که هیت هم میشه خدایش، چون واقعا کار سختیه.
ایو اله دست تو بده اله. خب الان میرسیم به رفاقت کچی و داداشش پوتی که این رفاقت واقعا عجیبه. یعنی اینا اول با هم دیگه رفتن تو بتل که توش همدیگه رو زدن ترکونن. خشی به پوتک میگفتش که اوچی پوچیم با تو پی تو پی تا هر چیزی میتونه آهنگ باشه. بعد پوتک به کچی بیت میگفت بابا تو دنیا جهان بختی، اصلا تو کی هستی و اینا. تو اوج درگیری این پخش شد. بعد گفتن که اچ خوب ویو خورد، میای دوست شیم و با هم دوست شدن. و از وقتی که پوتک رفته کانادا ما اصلا این بچه رو تنها نمیبینیم، همه جا خشی هست. یعنی با هم دیگه مینی چت میرن، با هم ویدیو میسازن، با هم دیگه بسکتبال میرن، با هم دیگه شهر بازی میرن، احتمالاً چند وقت دیگه اسم هم دیگه رو تتو میکنن. یعنی واقعا اگه پوتک زن نداشت ما یه سری فکرای دیگه میگردیم. چقی چقی چقی. که البته ثمره این رفاقت 94000 تایی شدن کچی بیت تو یوتیوبه. بهش تبریک میگیم، ان شاء الله 100000 تایی. اون موضوعی بود که گفتم که خشی خیلی داره هیپ هاپ ایران به هیپ هاپ جهان نزدیک میکنه. یعنی در واقع هرچی از لحاظ موزیکی داره به دنیا نزدیک میشه، به همون میزان از لحاظ بصری داره دور میشه. یعنی اینا یه سری پادکست دارن به اسم زتا که پشت میز نارخوری میشینن و من نمیدونم این میکروفونا به کجا وصله و کیفیت تصویر فکر کنم با آیفون 6 دارن میگیرن. یعنی اصلا یه چیز عجیب غریب و چه هویت سازی زیرکانه‌ای. توش میگن Let's the Moose. Cheers. خب بچه ها این بود از رست کچی بیتس. ببخشید یه تایم خیلی طولانی نبودیم، بهتون قول میدیم از بعد این ویدیو رو منظم بذارین. یادتون نره اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما حتما لایک کنید و اگه دوست نداشتید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو تو کامنت ها بنویسید. البته دلیل منطقی. شبیه آرام شدم نه؟ و اگه دلتون می‌خواست ویدیو بیشتری از من ببینید و حتی اگه خواستید فوش بدید، لینک چنل من تو دیسکریپشنه. بیایید اونور، من حتما چک میکنم و تا روز بعدی میبینمتون. خیلی شاکرم، مراقب خودتون باشید فعلا. خشار سرباز وطن، متولد سال 1386. چه کوچولوه 68. فعالیت خشار از سال 1386 هستش و وقتی که عضو لیبل تیک تاک شد خیلی بیشتر باعث شناخته شدنشون شد که اون موقع تیک تاک خب من ترسیدم. سلام، خسته نباش، خوبی؟ چاکرم، مخلص نبا چاکر. مینی چت میرن، با هم بازی میکنن، با هم شهر بازی میرن، احتمالاً چند وقتی